احصایت چیست؟ چی انواعی دارد؟ احصایه یا ارقام چگونه جمع‌آوری، تحلیل و از آن چگونه استفاده صورت می‌گیرد؟ در مورد گفتگوی ویژه داریم با آقای حسیب‌الله معاهد، معاون مسلکی اداره ملی احصایه و معلومات. سپاس از اینکه ما را دنبال می‌کنید. سپاس از شما که به ما فرصت دادید آقای معاهد. در آغاز اگر لطف کنین روی احصایه و اهمیت آن معلومات ارائه بکنین. تشکر. احصایه یا در دری به نام آمار هم گفته شده، در لغت شمار کردن است. و در اصطلاح یا در تعریف احصایه اگر ما بگیم، تعریف های بسیار زیاد و متعدده برای احصایه داده شده. که یکی از معمول ترین تعریف که بر همه قابل قبول است، است که احصایه عبارت از مجموعه متد های علمی است به خاطر جمع‌آوری، دسته‌بندی، تحلیل و نشر ارقام حسابی. و همچنان عمدتاً احصایه و زمانی که ما از احصایات یادآوری میکنیم با جمعیت های بزرگ سر و کار دارد. بنابراین یکی از تعریف های این است که احصایه به روش های میگن که با جمعیت های بزرگ سر و کار داشته و اونا را تحلیل و ارزیابی میکنه. این که چی اهمیت داره؟ اهمیت احصایه را ما زمانی میدونیم که از تمام روند احصایه یا به عبارت دیگر بخش هایی که به او مرتبط است ارزیابی بکنیم. اساساً احصایه از آغاز خلقت انسان به انسان امراه بودند. اگر ما امپراتورای سابقه متوجه بشیم نظر بگیریم، به خاطر از اینکه اونا مالیات جمع کنند از افراد و به خاطر از اینکه لشکر داشته باشند، اونا به احصایه‌گیری میپرداختند. این احصایه‌گیری از آغاز که انسان ها به شکل دسته جمعی زندگی میکردند وجود داشته، ولی به مرور زمان این به شکل علمی در آمده و امروز چنان اهمیت داره که هیچ بخش از زندگی انسان ها نیست که احصایه با او ارتباط نداشته باشه. و در آخرین کنگرس احصایوی این قرن با نام قرن انقلاب دیتا یادگیری کردن که ما از طریق دیتا میتونیم که همه بخش های زندگی خود مدیریت کنیم و پیش بریم. به طور مثال من چند نمونه کوچک را خدمت شما عرض می‌رسانم. اگر در بخش اقتصاد باشن، اگر ما میزان بیکاری افراد که در سن کار قرار دارن ندانیم، اگر ما تعداد نیروی کار را نفهمیم، میزان فقر را نفهمیم، تولید ناخالص داخلی را نفهمیم که تمامش از طریق حساب میشه، هیچ گونه نمیتونیم پالیسی سازی در رابطه با بهتر سازی وضعیت اقتصادی داشته باشیم. در بخش صحت اگر ما میزان تولدات را نفهمیم، میزان مرگ و میر اطفال را نفهمیم، میزان مرگ و میر مادران را نفهمیم و همچنان مسائل دیگی از زندگی را نفهمیم، در حقیقت صحت پیش نمیره. و در تمام بخش ها مثل نظامی، بخش های استخباراتی، در تمام بخش های زندگی نقش بسیار عمده داره. ولی در بخش ریسرچ و تحقیق یک جزء لانفک از او میباشه. به یه باره دیگه تعریفی را که من خودم از علم احصایه در رابطه با تحقیق و ریسرچ دارم این است که احصایه عبارت از راه تحقیق است. به معنا که اگر احصایه وجود نداشته باشه، اصلا علم ارزندام کرده نمیتونه، نمیتونه پیش بره علم. بنان علم استوار است و احصایه. بسیار خوب آقای معاهد، هرچند شما در بخش بزرگتر معلومات ارائه کردین، اما اگر احصایه را در سطح کوچک یا زندگی روزمره مردم تصور بکنیم، احصایه یعنی چی؟ واضح است که ما مفکورهای مختلف از احصایه داریم. فرض میکنیم شما یک دعوت دارین، یک دعوت عروسی است، یک ختم است یا هر محفل دیگه است. اولین چیزی که میکنین شما تعداد افراد را که دعوت میکنین یاد داشت میکنین، بعد مصارفی که صورت میگیره اون را لست میگیرین. این در حقیقت یک احصایه‌گیری ابتدایی است که در سطح یک فامیل هم شما تا زمانی که همین لست نداشته باشین، تعداد افراد نداشته باشین، قیمت مواد نداشته باشین، شما پیش بینی کردن نمیدونید که بخاطر یک دعوت چی مقدار پول باید داشته باشین، چی مقدار پول تهیه بکنین. یک نمونه بسیار کوچک است که در یک واحد کوچک مثل خانواده اگر بخوایم که ما یک کار بسیار معمولی مثل یک دعوت انجام بدیم، مجبور هستیم که احصایه گیری بکنیم. بعد از مطابق با نمو احصایه گیری خود باید تصمیم بگیریم. فرضاً اگر که ما بخوایم که یک دعوت مجلل داشته باشیم، اولین کاری که میکنیم که چی باید در اونجا وجود داشته باشه، چی مقدار آمادگی گرفته باشیم و مطابقت با خود بودجه خود ما میتیم که ما آیا اون مقدار پول را داریم که امی دعوت ما تدبیر بکنیم. یعنی بنان احصایه گیری از سطح کوچک یک که سطح فامیل است شروع تا به سطح بین المللی که امروز
یکی از مسائل عمده بین المللی که ملل متحد در سال 2015 به او کاملا تمام کشورهایی که عضویت ملل متحد دارند توجه دارند، اهداف انکشاف پایدار است که بر اساس متکی بر احصایه هاست که دولت های عضو کشورهای عضو باید ارقام جمهوری بکنند و در هر شاخص خود باید نظارت بکنند تا بتونند که به یک زندگی بهتر این کشورها برسند. پس اینجا احصایه یک ارتباط داره با مدیریت. میشه به گونه مشخص بگوین که علم احصایه با علم مدیریت چی یک ارتباطی داره؟ اگر ما علم مدیریت اطور ما یک مثال کوچک بگوییم که میخواه که یک پالیسی ساز یک برنامه را عملی کنه، مواد خام بر برنامه احصایه است. هیچ مدیریت نمیتونه مدیریت سالم باشه، هیچ تصمیم نمیتونه که تصمیم عقلانه باشه و هیچ پالیسی نمیتونه که طرح شوه که در او پیش از پیش احصایه های وجود نداشته باشه. بدان مدیریت زمانی که ما میگیم که مدیریت سالم، این مبنای از این مدیریت یا بنیاد و اساس مدیریت ارقام و احصایه هاست. بر مبنای ارقام میتونه که تصمیم بگیره یک مدیر. یعنی یک مدیر اگر تصمیم بر مبنای شواهد نباشه، در حقیقت تصمیم است که اونا واهی هستن و به نتیجه نمیرسن. عمدتاً کشورهایی که کمتر از احصایه استفاده میکنن، میبینیم که شرایط زندگی از اونا به مراتب بدتر از او کشورهایی که احصایه را زیاد اهمیت میدن. بدن در هر سطح مدیریت باشه، سطح مدیریت یک خانوار باشه، سطح مدیریت یک تصدی تولیدی باشه یا سطح مدیریت یک کشور باشه، در هر بخش داشتن ارقام بسیار زیاد مهم است برای تصمیم گیری یک مدیر. از این لحاظ من حیث دور یک سکم ها میتونیم که را تشبیه بکنیم که بدون ارقام احصایه های دقیق نمیتونه که علم مدیریت تا ارزندان بکنه و بتونه که در سایه عمل تطبیق شوه. بسیار خوب. افزون بر این که مدیران، پلانگذاران و تصمیم گیران از احصایه استفاده میکنن، چی کسانی دیگه از ارقام یا احصایه استفاده میکنن؟ زندگی تمامش تصمیم است. هر تصمیم مبنایش اساسش باید ارقام باشه، معلومات باشه. این ارقام که حالا ما از ارقام چگونه به احصایه و او را چگونه به معلومات تبدیل میکنیم، این است که بدون داشتن معلومات نمیتونیم تصمیم بگیریم. معلومات در حقیقت مبنا است، مبنای تصمیم گیری است. بنان تصمیم گیری را اگر این در سطح یک مدیر می باشه، همین تصمیم گیری ها در سطح دولت ها هم صدق میکنه؟ 100%. از سطح کوچکترین سطح یک فرد است، شروع، خانوار، سطح یک تصدی تولیدی و بالاخره دولت ها، تمامش بر مبنای حقایق، بر مبنای شواهد باید صورت بگیره. در غیر از او نتایج را که بعد از میاد نتایج قابل قبول نیست و نتایج نمیتونه که اهداف برآورده بسازه. حال که از احصایه دانستیم، پس میشه بپرسیم که کیها میتونن که احصایه دانان خوب باشن؟ خب احصایه هم مثل هر علم دیگه بخش تیوریک داره و بخش عملی داره. در بخش تیوریک واضح است که یکی از مغلق‌ترین بخش‌هاست، یک شاخه از ریاضی است و این در تمام بخش‌های زندگی، در تمام علوم ریشه داره. ما احصایه های زمانی که ما میگیم احصایه های حیاتی داریم که عمدتاً در بخش طب اونا مطالعه میکنن، در بخش زراعت احصایه های زراعتی داریم، در بخش اقتصاد احصایه های اقتصادی داریم، در تمام بخش ها. بدان احصایه کسایی میتونن که احصایه دان های خوب باشن که اول تیوری احصایه را خوب بدانن، بعدن جنبه تطبیقیش بدانم، بعدن از این که ما چگونه از او یک محصول را تولید بکنیم، این قدم بعدی است. بدان این علم ریاضی است، ریاضیکی است، بر مبنای اونمو و فرمول ها و فرمول های ریاضیکی استوار است و کسایی که میخواین که احصایه دان های خوب شوند عمدتاً باید بیس ریاضیکی داشته باشند. بسیار خوب. احصایه گیری عمدتاً به چند شکل صورت میگیره؟ سوال بسیار خوب است. یکی از مشکلات کمدتا مردم احساس میکنند که فکر میکنند که احصایه گیری فقط یک شکل داره. احصایه گیری انواع مختلف داره ولی به دو صورت عمده و اساسی تقسیم میشه. که عبارت از احصایه گیری کلی است و احصایه گیری قسمی است. زمانی که ما میگیم احصایه گیری کلی، به این معنی که هر واحد جمعیت باید حساب شود.
و پیش از اینکه ما این را تشریح بکنیم، اول جمعیت را باید که یک تعریف بکنیم که جمعیت چی است. در عیسایا یکی از واژه های عیسایوی است جمعیت. جمعیت به او افراد، اشخاص و یا واقعات اطلاق میشن که حداقل داره یک مشخصه مشترک باشه. این میتونه که در یک مزرعه تعداد درخت های سیب باشه، در یک صنف تعداد افراد صنف باشه، میتونه در یک کشور باشه، میتونه که مسائل زراعتی باشه، هر بخش دیگه باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که عیسایگیری کلی و عیسایگیری قسمی، در عیسایگیری کلی هر واحد از اون جمعیت حساب میشه، در حالی که در عیسایگیری قسمی یک قسمت از جمعیت حساب میشه، او قسمت انتخاب میشه که نمایندگی کرده بتونه از جمعیت و نتایجش برای جمعیت تعیین داده میشه. اگر انتخاب تصادفی باشه، او را با نام سامپلینگ یا سروی نمونوی میگن، و اگر انتخاب تصادفی نباشه، او را عمدتاً با نام عیسایگیری قسمی یاد میشه. عیسایگیری کلی یا سرشموری ها جامع ترین و پایه‌ای‌ترین و صحیح ترین عیسای ها هستند، به خاطر از اینکه هر واحد وقتی که جمع‌آوری میشه از لحاظ عیسایوی اشتباهی نمونگیری در وجود نمی داشته باشه و کامل ترین عیسای هاست. ولی اکثر کشورها عیسایگیری کلی یا سرشموری ها را عمدتاً چیز زراعتی باشه، چی سرشموری نفوس و مسکن باشه یا صنعتی، عمدتاً در هر 10 سال یا بسیار بعض از کشورها که در هر 5 سال انجام میدن. سوال ایجاد میشه که چرا وقتی که کامل ترین عیسای ها هست، پس چرا در بین 10 سال انجام میشه؟ به خاطر از اینکه وقت بسیار زیاد کار داره، پرسنل تخصصی و مسلکی را کار داره و بودجه بسیار زیاد کار داره. از این لحاظ عمدتاً کشورها نمیتونن که در هر سال یا با فواصل بسیار کوچک عیسایگیری کلی یا سرشماری را انجام بدن. بنابراین متد دیگه‌ای را پیشنهاد میشه که عیسایگیری قسمی یا سروی های نمونوی است. در سروی های نمونوی خوبی از چی است؟ خوبیش این است که میتونه که با پرسنل کم، با وقت کم، با مصارف کم، اما عیسای هایی را که در سرشماری ها جمع شد در اینجا جمع شد. ولی با یک اشتباهی نمونه گیری کمدتا اشتباهی 2% تا 3% الا 5% قابل قبول است در سرشماره قسمی. وقتی که جمع آوری میشه، البته انتخاب طور باید صورت بگیره، ساحات که انتخاب میشه که بتونه نمایندگی بکنه از جمعیت، یعنی تصویر واقعی جمعیت انعکاس بده. و عمدتا در حدود 90% از عیسایای دنیا را که شما میبینید عیسایگیری قسمی یا سروی های نمونه می هستند. و در کشور ما هم میخاطر سروی های نمونوی بیشتر از سرشماری ها صورت میگیره و میتونیم که در این طور یک شرایط از سروی های نمونوی استفاده بکنیم. ارقام یا دیتا از بود نویت چند شکل داره؟ عمدتا ارقام هم به صورت عموم، گرچه که انواع مختلف داره، ولی به صورت عموم به 3 شکل یا 3 نوع ما تقسیم بندی میکنیم. ارقام که اگر واژه انگلیسی بگیم بنام مایکرو دیتا، ماکرو دیتا و متا دیتا میشه. یا به عبارت دیگر ارقام خام، ارقام تحلیل شده یا پخته و معلومات در مورد ارقام. عمدتا تمام سایه دنیا را که می‌بینید از این 3 شکل خالی نیست، یا به شکل مایکرو دیتا است، یا ماکرو دیتا است، یا متا دیتا است. حالا ارقام شما اگر ما مختصرا تشریح بکنیم، مایکرو دیتا یا ارقام خام چی میگن؟ زمانی که وقت جمع‌آوری کننده ارقام جمع میکنند، چی در پرسشنامه باشه، چی در طریق تبلیغ باشه، در مراحلی که هنوز تحلیل نشده، این به نام مایکرو دیتا میکنند. و اگر جمع‌آوری میشه، تمامش در سافت‌ور جای به جای میشه، من هست یک دیتا سیت، ولی باز هم هنوز تحلیل نشده، این مایکرو دیتا است. ولی زمانی که تحلیل صورت میگیره، ما میخواییم که یک گزارش از مجموع یک دیتا سیت میخواییم پیدا بکنیم، تحلیل شد، گزارش نوشته شد، تحلیل مشخص میشه، این به ماکرو دیتا تبدیل میشه یا ارقام پخته تحلیل شده که ما عمدتا این را در گزارشات سروی ها میبینیم. این ارقام ماکروست و هر رقمی که جمع میشه یک معلومات باید برای خود داشته باشه. به طور مثال ما در رابطه با کار، میزان مشارکت نیروی کار، حال میزان مشارکت نیروی کار باید یک معلومات داشته باشه که میزان مشارکت نیروی کار چی معنا داره، کدام افراد تحت پوشش قرار میده، در یک کشور به خصوص به کدام شکل است، و بالاخره معنای کلی از چی است و از کدام فرمولا استفاده میشه به خاطر سنجش.
این معلوماتی که در رابطه با خود دیتاست یا با این ما میگیم که معلومات در رابطه با ارقام، این با نام متا دیتا میگن. یعنی در هر گزارشی که اگر نهایی میشه در ماکرو دیتا باید یک بخشش معلومات در مورد خود داشته باشم. یا مثلا بعض واژه هاست که برای عام مردم قابل فهم نیست. مثلا اگر ما بگیم که میزان فقر یک تعداد زیاد مردم نمیفهمد که میزان فقر یعنی چی. بنان میزان فقر باید تشریح شود که در ما از تعریف ملی استفاده میکنیم، تعریف بین المللی استفاده میکنیم و کدام فقر مد نظر ماست. آیا فقر چند بودی است یا فقر پولی است؟ اگر فقر پولی است کدام است؟ یعنی معلوماتی که در مورد ارقام میده به نام متا دیتا یاد میکنم. بسیار خوب. کدام روش‌های به خاطر جمع‌آوری ارقام اولیه وجود داره؟ خب ارقام عمدتاً اما طور که گفتیم اگر ارقامی که هنوز تحلیل نشده باشد این بنام مایکرو دیتا و ارقام اولیه هم یادگیری میکنه و زمانی که دستبندی میشه تحلیل میشه این به ارقام ماکرو دیتا یا ارقام ثانوی هم این بنام ارقام ثانوی هم یاد میکنه زمانی که تحلیل میشه. ارقامی که ما ارقام اولیه یا مایکرو دیتا را که اگر ما جمع آوری بکنیم شیوهای مختلف داره. میتونه که یکی از شیوهایی است که سرور مستقیما میره مصاحبه میکنه، از طریق مصاحبه میتونه از طریق یک پرسشنامه کاغذی جمع آوری کنه، میتونه که این مصاحبه از طریق تبلت یا پرسشنامه برقی صورت بگیره، میتونه از طریق تلفن صورت بگیره. این شیوه های مصاحبه است و در پایه مصاحبه مشاهده هم وجود داره. به خاطر جمع آوری ارقام مشاهده طور است که با کس مصاحبه نمیکنه ولی شمدید خود با فرم کس نوشته میکنن، بعدن از اون چیزی که مشاهده کردن تحلیل ها صورت میگیره. و شکل دیگه ایش که البته ای شکل سطحی است هم یکی از نوع جمهوری ارقام است. به طور مثال یک طفل که تولد میشه در مورد مشخصاتش، نامش، وزنش، تمامش یک معلومات ثبت میشه. بنان وقتی کسای دیگه ای که این ارقام جمع بکنن اون ثبت وجود داره از طریق ثبت. یا اگر یک مهاجر که از سرحد داخل یک کشور میشه ثبت میشه مشخصاتش. بعدن این یعنی چیزایی که ثبت کردن در رجسترایی که وجود داره اگر ادارات دیگه از استفاده بکنن و تحلیل بکنن یعنی یک نوع از جمع‌آوری ارقام اولیه است. پس میشه بگوین که دقت در ارقام چقدر مهم است و در علم سایه کنترل کیفیت به چی مانا است؟ در هر سامپلینگ سروی یا در هر سروی نمونوی یک اشتباه نمونگیری وجود می داشته باشه. اشتباه نمونگیری چی معنا داره؟ معنا داره که اگر ما از مجموع جمعیت طور مثال اگر ما عاید وسطی یک جمعیت ما معلوم بکنیم، یعنی از تمام افراد ارقامش جمع کنیم یک رقم وسطی برامون و بعد ما از طریق احصایگری کلینی بلکه از طریق احصایگری قسمی یک قسمت از جمعیت مطالعه کردیم باز هم اون وسط عاید پیدا کردیم. تفاوت بین این دو تا چقدر است؟ همون تفاوت هایی که بین این وجود می داشته باشه ما با نام اشتباه نمونه گیری میگیم. یعنی در هر سروی یک اشتباه نمونه گیری وجود می داشته باشه ولی هر قدر که سامپل سایز یا سایز نمونه بزرگ باشه این اشتباه نمونگیری کوچک شده میتونه. و همچنان دیگه روشه است که ما میتونیم که اشتباه نمونگیری کوچک بسازیم و در اخیر اشتباه نمونگیری عمدتا نشر میشه که ما در هر شاخص چقدر اشتباه نمونگیری داریم. این اتمی از در سامپلینگ سروی در سرشماری ها اشتباه نمونگیری وجود نداره ولی اشتباه غیر نمونگیری هم وجود میتونه که داشته باشه. اشتباه غیر نمونگیری ای است که میتونه که در وقت مصاحبه بعض اشتباهات صورت بگیره، میتونه که کسی که معلومات میده اونا اشتباه صورت گرفته باشن، میتونه که سوال طور طرح شده باشه که معلومات دقیق جمع آوری شده نتونه. این هم اشتباهات است. بنان اگر ما از تمام انواع اشتباهات چه اشتباه نمونه گیری است که بعد دقل کاهش میدیم چه اشتباه غیر نمونه گیری است جلوگیری میکنیم، این در حقیقت بر ما نشان میده که صحت ارقام بسیار بالاست. و در پالوی زو بعض شاخصا داریم، شخص مشخصه به خاطر کوالیتی کنترل ارقام داریم که ما زمانی که ارقام جمع میکنیم تحلیل میکنیم دوباره وقتی که ما از شخصا سنجش میکنیم میبینیم که آیا اشتباهی که مثلا میشه که از طریق پاسخ دهنده باشه با شخص دیگه است که از طریق زوم میتونیم که کنترل بکنیم و پیدا بکنیم که اشتباهات نمونه گیری یا مثلا نسبت جنس اگر بسیار متفاوت میباشه از طریق زو شخصا ما میتونیم که پیدا کنیم که چقدر اشتباه در اینجا وجود داره. ارقام توسط کی ها جمع آوری شده می کنند؟
خب جمهوری ارقام نظر به نویتش مختلف است، از طریق هر بخش میتونه صورت بگیره. میتونه که یک اداره ارقام جمهوری بکنه به شکل مصوبه، میتونه که از طریق ثبت ها صورت بگیره، مثلا ثبت تولدات، ثبت وفیات، ثبت مهاجرت، ثبت صحی است. میتونه که حتی از طریق مغازه انفرادی هم صورت بگیره. اگر یک مغازه دار تمام ارقام را که فروشاتش است، خریداری هایش است، مصارفش است، اگر او هم ثبت بکنه، این در حقیقت خودش یک دیتاست است که میتونه از طریق ازو تحلیل بکنه، فروشات خود بالا ببره یا مارکتینگ بهتر داشته باشه. یعنی هر یک میتونه که در جمهوری ارقام نقش داشته باشه. ولی عمدتا در ادارات احصایی از دو شکل است، یا احصایه‌گیری مستقیم است که از امو ارقام اولیه است که از ساعت جمهوری میشه، که از طریق سرشماری کلی یا سرشماری قسمی، و یکی که از طریق ثبت ها است که ما مثلا ثبت احوال نفوس یک بخشی از ارقام ثبتی را باید داشته باشه و از طریق ازی بتونیم ما تحلیل های بیشتر داشته باشیم، و از این طریق بتونیم که ما دیگر بخش ها مثلا وزارت صحت عامه اگر هر مریض ثبت میشه ما میتونیم ارقام بسیار خوبی داشته باشیم، تحلیل خوبی داشته باشیم. وزارت معارف اگر تمام کسایی که در شامل میشن در مکاتب یا در پانتونا از طریق تحصیلات عالی یا مثلا مهاجرین، تمام از این بخش ها هم میتونه که من حیث ارقام جاریه یا ارقام سنوی استفاده شده و تحلیل خوب صورت بگیره. اینجا یک سوال مطرح میشه که فرق عمده میان احصایه رسمی و احصایه غیر رسمی در چیست؟ بله، احصایه رسمی توسط ملل متحد تعریف بر از داده شده. احصایه است که از هر کشور یک ارگان مشخص نظر به سیستم احصایه کشور هست. سیستم احصایه به این معنی که سیستم مرکزی اگر باشه یک ارگان مشخص میتونه که ارقام رسمی را اعلان بکنه. مثل که در افغانستان ما سیستم مرکزی است. سیستم احصایه ما و صرف ادارات دیگه نیه، بلکه اگر ارقام از اداره ملی احصایه معلومات نشر میشه این ارقام رسمی است. در بعضی کشورهایی که سیستم غیر مرکزی دارد، اونا میتونن که نه تنها ادارات احصایه‌شان بلکه بعضی از وزارتخانه‌ها هم احصایه مستقل اعلان بکنن. مثلا بعضی کشورها ارقام صادرات و واردات وزارت تجارت از اون اعلان میکنن، ارقام صحی وزارت صحت میشن اعلان، تمامش من حیث ارقام رسمی به حساب میاد. ولی ارقام رسمی ملل متحد در آخرین جلسه که در سال 2013 داشتن ده پرنسیپ که قبلا وجود داشت و دوباره یک تجدید شد، ده پرنسیپ برای احصایه رسمی اونا تشخیص کردند که چی گونه مشخصات داشته باشد، و عمدتا ادارات احصایه‌ای وقت ارزیابی میشه بر اساس همین پرنسیپ ها که آیا همین پرنسیپ ها را رعایت کردن نکردن، ادارات احصایه‌ای مورد ارزیابی قرار میگیره و در رده های رده بندی شده میتونه. از این لحاظ زمانی که همین پرنسیپ ها رعایت شده باشه و از طریق یک ارگان مشخص نشر شده باشه، این ارقام ما میگم ارقام رسمی که عمدتا به سطح ملی میباشه. ارقامی که جمع‌آوری میشه چی مراحل دیگر را طی میکنه تا نهایی میشه ارقام و ارائه میشه؟ در قدم اول وقتی ارقام از ساحه جمع‌آوری میشه که ارقام اولیه است، اگر یه از طریق پرسشنامه کاغذی باشه، مرحله دو میشه که دیتا انتری شود، ادخال ارقام صورت بگیره، و از طریق ادخال ارقام بعدا ما یک دیتا ست را می داشته باشیم. اگر از طریق پرسشنامه برقی باشه، اونا هم وقت خانه پوری میشن دوباره ارسال میشن به مرکز، اونجا هم باید یک دیتا ست وجود داشته باشه. بعدا به نام پاککاری ارقام یا دیتا کلینینگ است که ما پاککاری کنیم ارقام، به این معنی است که تمام مشخصات به یک واحد که بتونه سافت‌ویر رو تشخیص بکنه باید بیاره بشه، که از لحاظ مسائل کوالیتی کنترل هم در اینجا برای ما نشان میده بعضی سافت‌ویر وجود داره که اگر کنم اشتباهی صورت گرفته باشه، بعضی از اشتباهی قلمی که از پیش خود سرور صورت گرفته باشه، به طور مثال یک فرد مصاحبه کردن گفتن مجرد، بعدا در وقت اطفال نوشته کرده که سه دفعه، یا گفتن بیکار وقتی گفتن در کدام بخش کار میکنه گفته در زراعت، ولی در اینجا سافت‌ویر وجود داره که این امور رابطه منطقی را سنجش میکنه و برای ما میگه که این اشتباه صورت گرفته. این تمام مراحل زمانی که اگر اشتباه صورت گرفته بود قابل حل داده داخل اداره بود حل میشه، اگر نبود دوباره پس به ساحه میره
معلومات تصحیح میشه دوباره میاد. این وقتی که خلاص شد، پاکاری شد، مرحله تحلیل است. در مرحله تحلیل نظر به شاخص ها و نظر به اهدافی که قبلا ست شده، مثلا بخش نیروی کار است، بخش فقر است، بخش اقتصادی است، بخش صحی است، بخش زراعتی است، نظر به اون شاخصه که است تحلیل ها صورت میگیره. این بخش دیگه است. وقتی تحلیل ها صورت گرفت، نظر به اون اهدافی که قبلا آماده شده نشرات صورت میگیره، یعنی مرحله آخر نشر ارقام است. چیزی که در تعریف هم قبلا اشاره کردیم این است که ارقام تا زمانی که نشر نشه من حیث ارقام رسمی و ارقامی که بتونیم او را من حیث یک منبع استفاده کنیم استفاده صورت گرفته نمیتونه. یعنی ارقام زمان قابل اعتبار است که در یکی از نشریه چی برقی و یا چی نشریه کتبی نشر شده باشه. بران مرحله آخر بعد از تحلیل نشر ارقام است. البته دیتاستی که وجود می داشته باشه، این دیتاست بسیار وسیع است و هر فرد می تونه نظر به مو ضرورتش، مثلا یک محقق می خواهی که بعض روابط دیگه را بین متحولین جستجو بکنه و می تونه که به نحو خود یا به مو ضرورت خود تحلیل بکنه. زمانی که نشر میشه، این ارقام به ارقام پخته تبدیل میشه و اون ارقام است که قابل استفاده برای دیگران هم می باشه. تشکر. معمولا در تحلیل ارقام از کدام استانداردها و تصانیف بین المللی کار گرفته میشه؟ دقیقا در هر تحلیلی که صورت میگیره البته ارتباط داره به یک بخش از زندگی اجتماعی. مثلا در بخش نیروی کار یک سروی کاملا اختصاص داده شده به نیروی کار. وقتی نیروی کار ما میگیم، این شاخص ها میتونه شاخص های ملی باشه، میتونه شاخص های بین المللی باشه. در بخش فقر هم میتونه شاخص های ملی باشه، شاخص های بین المللی باشه. اکثر کشورها از اردو متد یا از دو تعریف استفاده میکنن. مثلا در بخش فقر، فقر یکی در بخش فقر ملی است که ما ببینیم نظر به شرایط خود کشور چگونه ما فقر تعریف میکنیم و بر اساس از او چی تعداد افراد فقیر هستن. یکی به خاطر ازی است که کشورها اگر ما مقایسه بکنیم فقر در بین کشورها باید تعریفات بین المللی استفاده بکنیم. یا بخش نیروی کار که ما در افغانستان مثلا در بخش بیکاری هم تعریف ملی داریم هم تعریف بین المللی داریم و حتی تعریف های بین المللی هم در بعض از بخش ها مؤسسات مختلف تعریف های مختلف را میکنند. مثلا در بخش کار شاقی اطفال یونیسف هم یک تعریف داره، آیلو هم تعریف داره. بنان از هر دو تعریف میتونه که آدم استفاده بکنه. وقتی که دیتاست ما دیتاست غنی میباشه، میتونیم که با تعریف های مختلف ارقام ما تحلیل بکنیم. یک مثال کوچکش میخوایم که برز برسنم که در بخش بیکاری است. بیکاری نظر به تعریف بین المللی که تعریف از جانب سازمان بین المللی کار یا آیلو ارائه شده ای است که اگر یک فرد در یک هفته قبل از سروی آماده به کار باشه، تقاضا به کار داشته باشه و کمتر از یک ساعت کار کرده باشه، او بیکار است. در حالی که نظر به تعریف ملی ما، چون در افغانستان این صدق نمی کنه بیشتر که از لحاظ ساعت پرداخت صورت بگیره، تعریفی که در اینجا وجود داره ای است که یک فرد که آماده به کار باشه، فراغت برای کار داشته باشه، در سن کار باشه و یک هفته قبل از سروی کمتر از 8 ساعت کار کرده باشه، بیکار است. یعنی اگر 8 ساعت کار میکنه، بعد از او شامل کار میشه. ولی اگر 2 ساعت کار بکنه، نظر به تعریف بین المللی او بیکار نیست، کار داره. در حالی که به تعریف ملی ما اگر یک آدم 2 ساعت کار کرده باشه، او بیکار است. بنان این تعریف ها از هم سطح ملی هم سطح بین المللی باشه که ما بتونیم که هم به سطح بین المللی مقایسه بکنیم و هم نظر به شرایط خود ما بتونیم که یک رقم درست رو ما پیدا کنیم و بتونه که امون مشکلات و معضلات و خود جامعه رو منعکس بسازم. کدام شیوه ها به خاطر ارائه ارقام وجود داره؟ خب ارائه ارقام عمدتا اگر ما به صورت کلی صحبت بکنیم به دو نوع ارائه میشن، یا از طریق گراف هاست یا از طریق جداول احصایی است. عمدتا اگر شما نشرات احصایی رو ببینید همین دو شیوه است، یا جدول های سیوی است یا گراف های سیوی است. عمدتا امروز کی تبدیل شده به شکل الکترونیکش به شکل داشبورد ها است که ما میتونیم که در خود
از طریق وبسایت یا از طریق پورتال های سیوی مطالبه کنیم که جداول سیوی ده میتونیم جداول بسیار زیاد است و میتونیم که از طریق داشبورد ها او را به گراف ها تبدیل بکنیم، یعنی خود ما انتخاب بکنیم داشبورد ها برای ما در حقیقت گراف های سیوی هستند که گراف یک گرافی که ما خود ما علاقه داریم انتخاب میکنیم، بعدن با یک کلیک کردن ارقام مشخص خود در اونجا انتخاب میکنیم، برای ما گرافش رسم میشه که این گراف میتونه گراف مستطیلی باشه، گراف دایره‌ای باشه یا گراف دیگه باشه. معمولا ارقام و یا احصایه در چی زمان ارائه میشه؟ در کدام مقطع سال؟ این ارتباط داره با نوعیت ارقام. هر رقم متفاوت است. مثلا اگر ما نیروی کار مطالعه بکنیم، این میتونه که نیروی کار در یک بخش سالم باشه و تمام سالم باشه. ولی عمدتا جمع‌آوری ارقام 4 فصل یا 1 سال بعد در بر میگیره، به خاطر از اینکه اگر ما بخوایم که نظر به هدف سروی است مقایسه کنیم بین فصل ها، مثلا فصل تابستان و فصل زمستان اگر ما مقایسه بکنیم که در کدام فصل سال بیکاری بیشتر است، مجبور هستیم که 1 سال بعد جمع‌آوری کنیم ارقام و بعدا ارائه بکنیم. یا مثلا فقر آیا در زمستان بیشتر است فقر یا در تابستان؟ و وقتی که شما دیتا را ارقام مطالعه بکنید با وضاحت میبینید که در زمستان هم فقر بالا میره هم بیکاری بالا میره، در حالی که در تابستان یا در بهار کمتر است، هم بیکاری کمتر است و هم فقر کمتر است. و این برای ما نشان میده نظر به خود هدف است که ما به چه هدف ما میخواهیم که جمع‌آوری کنیم. نظر به ما هدف برای ما نشان میده که اگر ما تحلیل های فصلی داشته باشیم مجبور هستیم که یک سال جمع‌آوری کنیم. ولی بعضی از ارقام دیگه که مثلا ارقام دموگرافیکی است یا ارقام مربوط به صحت است یا ارقام صحی است، اونا میتونن که در طور مثال 3 ماه جمع‌آوری شه و 3 ماه نتایج برای ما بگه. یعنی مرگ و میر اگر ما مطالعه بکنیم یا مثلا خشونت ها رو بکنه، این زیاد تحلیل های فصلی ضرورت نداره. بدون نظر به خصوصیت ارقام میتونه که ارقام در امون وقت و زمانش نشر شه. تشکر هدی که بر ما فرصت داده و جهان سپاس از شما بینندگان محترم که گفتگوی ویژه ما را با آقای حسیب الله ماهد معاون مسلکی اداره ملی سیاه معلومات دنبال کردیم.